امروز تلویزیون آشنای صدای امریکا خبرهایی داریم راجع به پیشرفت در روند محاکمه رابرت بیلز، سرباز امریکایی که افراد ملکی را در قندهار کشته بود. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر احتمال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه. درخواست کودکان از بزرگان جامعه افغان برای بزرگداشت و یادبود از ایام ملی. او په افغانستان کې د فوتبال او کرکټ په ورزشي ډګرونو کې د افغان ملي ټیمونو د بریا په اړه مهم رپورټونه. هیله ده تر پایه مو سره اوسئ. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنا، احمد فؤاد لامی هستم با برنامه امروز پنجشنبه 31 اسد سال 1392 شمسی از شهر واشنگتن دی سی امریکا. در برنامه امروز از مدیر تیم ملی کرکت افغانستان راجع به مسابقه امروزشان در برابر تیم هند خواهیم پرسید و همچنان مصاحبه خواهیم داشت با یک هنرپیشه افغان که به سینمای هند راه پیدا کرده است. اما نخست خبرهای جهان. یک مرد افغان که 6 فرزند خود را در حمله یک سرباز امریکایی بر خانه ایشان در کندهار از دست داده بود، با آمدن به ایالات متحده دیروز در محاکمه این سرباز امریکایی حاضر شد و به هیئت منصفه که بر تعیین سزای رابرت بیل سرباز محکوم شده امریکایی خبر می کند، حکایت کرد که چگونه 6 فرزند دلبندش در یک شب از سوی رابرت بیل کشته شدند. از سوی دیگر برادر رابرت بیلز از هیئت منصفه خواستار شفقت در حصه جزای برادرش شد. سران جامعه بین المللی و شورای امنیت ملل متحد خواهان تحقیقات کامل، فوری و بی‌طرفانه در مورد گزارش‌های اخیر استعمال سلاح کیمیاوی از سوی نیروهای حکومتی در سوریه شدند. تصاویر به نشر رسیده در جمعی از رسانه ها کودکانی را نشان می دهد که ادعا می شود با گاز مهلک مسموم شدند. شرح بیشتر وقایع سوریه را از برشنا عمرخیل می شنویم. مخالفین رژیم سوریه مدعی اند که نیروهای اسد صدها تن را با گاز مهلک مسموم نموده است. بر اساس یک گزارش این تعداد بیش از 1300 نفر گفته شده است. این ادعا را نمیتوان مستقلانه تایید کرد، اما اگر تایید گردد بدترین حمله کیمیاوی در چندین دهه در جهان محسوب خواهد شد. فعالان میگویند راکت های نیروهای حکومتی مجهز با سرگلوله های حاوی مواد کیمیاوی به روز چهارشنبه محلات تحت کنترل شورشیان را هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز قادر به تایید مستقلانه این گزارش نیست. تصاویر ویدیویی که سوی افراد غیر عرفه‌ای گرفته شده نشان می‌دهد که اطفال و سایر قربانیان در یک شفاخانه تداوی می‌شوند. پناهندگان سوری امروز در لبنان به گزارش‌های حمله توسط اسلحه کیمیاوی در سوریه واکنش خشمگین نشان دادند. آنها کودکان و مردم ما را در دمشق با مواد کیمیاوی کشتند. بشار مردم را در سوریه کشت، تمام سوریه در آتش جنگ می‌سوزد و عرب‌ها تماشا می‌کنند و هیچ کاری نمی‌کنند. لورن فیبو وزیر خارجه فرانسه امروز پنجشنبه گفت اگر ثابت گردد که رژیم بشار الاسد سلاح کیمیاوی را استعمال کرده، احتمال آن موجود است که در واکنش مقابل سوریه از قوا کار گرفته شود. اگر استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه تایید گردد، موقف فرانسه این است که باید یک عکس العمل نشان داده شود. این چی معنی دارد؟ به این معنی نه که ما به سوریه عسکر میفرستیم، اما یک واکنش باید صورت بگیرد. البته نه تنها تقبیه این عمل به سطح بین المللی، بلکه واکنش در قالب قوا نیز نشان داده شود. یان الیسن، معاون سرمنشی ملل متحد، به روز چهارشنبه بعد از جلسه فوری شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه گفت استفاده از اسلحه کیمیاوی در حومه شهر دمشق بیانگر گسترش جدی در جنگ خواهد بود و عواقب جدی بشری را در پی خواهد داشت. آرزومندیم که مفتشین ملل متحد آل از سوی حکومت اجازه رفتن به ساعات نزدیک دمشق را به دست بیاورند. شرایط کنونی متقاضای چنین کار است و در ضمن وضعیت امنیتی نیز به آنها اجازه ورود به منطقه را خواهد داد. حکومت سوریه اتهامات استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد می کند. آنها مخالفین را بر تلاش منحرف کردن از هان مفتشین ملل متحد برای ادعاهای حکومت سوریه که شورشیان در اوایل امسال از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده بودند متهم می کند. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا،
واشنگتن. برای نخستین بار دفتر مشوردهی رایگان مسلکی و حقوقی به هدف بهبود زندگی زنان، کودکان و در مجموع افغانها در شهر کابل افتتاح گردید. این دفتر امروز پس از مراسم افتتاحیه در شهر کابل با کمک کمیته انکشافی بین المللی بریتانیا شروع به کار کرد. هدف از گشایش چنین دفتر ارائه مشوره های رایگان مسلکی و حقوقی برای قشر آسیب پذیر، راه اندازی سمینارهای آگاهی عامه برای مردم، نوشتن عرایض و خانه‌پوری فرمه ها، ارائه کمک های اولیه صحی برای نیازمندان، ارائه مشوره ها در مورد مالیات، مسکن، بیخانگی و اشتغال و بالاخره ارائه مشوره برای مهاجرین است که به وطن برمیگردند. در حال حاضر اکثریت شهروندان دسترسی به مراکز مشوره‌دهی مسلکی ندارند و به خاطر نداشتن پول جهت حل دوسیه‌هایشان نمی‌توانند وکیل مدافع بگیرند. قرار نظرسنجی‌هایی که انجمن افغانستان و آسیای میانه انجام داده است، بیشتر از 90% از شهروندان به خدمات مشوره‌دهی رایگان دسترسی ندارند و نیاز به مشوره و راهنمایی دارند. همچنان قرار است که روز شنبه دومین دفتر مشوره های رایگان حقوقی در شهر پلخمری ولایت بغلان نیز افتتاح گردد. شاگردان مؤسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان از بزرگان افغانستان می‌خواهند تا روزهای تاریخی و فرهنگی کشور را به بازماندگانشان بازتاب دهند. یاد بود از روزهای تاریخی و فرهنگی به باور شاگردان این مؤسسه وحدت ملی را بیشتر تقویت می‌کند. خبرنگار ما جلال میرزاد با شرح بیشتر از کابل. چگونگی شناخت و انتقال روزهای تاریخی و فرهنگی به کودکان افغانستان. مؤسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان جشن تفریحی را بهانه گرفته روز استقلال افغانستان را به شاگردانش معرفی می کند. هرچند بسیاری از کودکان و نوجوانان درباره روزهای تاریخی و فرهنگی کشور معلومات ندارند، اما امروز این کودکان هدف از جمع شدنشان را در این جشن چنین بیان می کنند. امروز بختر جشن استقلال افغانستان، چون پادشاه ما امیر ملا خان بختر از ما جشن گرفتیم تا اطفال دیگه افغانستان هم در فکر فراموش نکنند، چون ما هم استقلال و آزادی خود گرفتیم. ما خواستیم اطفال پرشا که معلومات بگیریم، اینا ما یک جشن گرفتیم که با اطفال دیگر مساعد شویم زمینه. زمزمه ها و آوردن لبخند بر لبان کودکان که پیش از آمدن به پرورشگاه سختی های روزگار را پشت سر گذاشتند، این جشن را رنگ و احساس دیگری بخشیده است. و در کنار این همه، یاد بود از روز استقلال افغانستان با شیرخوانی و نمایش های ورزشی راه مناسب ذهن نشین شدن روزهای تاریخی و فرهنگی به کودکان کشور از سوی مسئولان این مؤسسه دانسته می شود. ما هر سال روزهای خاص سال تجلیل میکنیم، از جمله روز استقلال افغانستان، بخاطر اینکه به این طفلک ها بگیم که در 28 اسد 1919 افغانستان استقلالش از برطانیای کبیر گرفت. مؤسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان بیشتر از 600 شاگرد دارد که از ولایت‌های مختلف افغانستان هستند. این شاگردان در کنار درس مکتب در بخش‌های ورزشی، کامپیوتر و موسیقی آموزش می‌بینند. آرزو یکی از کودکان است که دو سال پیش به علت بی‌سرنوشتی شامل این مؤسسه شده است. او از جنگ خسته شده و با استفاده از جشن روز استقلال همه را به صلح دعوت می‌کند. جنگ بس است، می‌خوایم آزادی صلح باشد افغانستان. مؤسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان به گفته این مسئولان این مؤسسه با کمک بیشتر نهادها و اشخاص برای تعلیم و تربیه کودکان کشور نیاز دارد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل. و حال هم از جهان هنر. بالیوود یا سینمای هند در میان افغانها محبوبیت خاصی دارد.
چند پیش یک نویسنده ی افغان کتابی به نام خانان پا بالیوود که را چاپ کرد که حاوی مصاحبه ها با هنرپیشه های افغان الاصل هندی بود. در برنامه امروز ما صحبتی داریم با یکی از جوانان افغان که توانسته به بالیوود راه پیدا بکنه و در دراماها و فیلمهای هندی نقش بازی بکنند. این جوان افغان شعیب لودین است که همین اکنون از طریق سکایپ از هالند با ما در برنامه است. آقای لودین سلام بر شما، خوش آمدین. سلام علیکم. به نام خدا سلام خدمت. تشکر از شما. خب در اول اگر بگوین که چه باعث شد تا تصمیم بگیرین که فعالیت های هنری تان را به هند بکشانین؟ اصل قصدی بود که از 2004 من دفعه اول رفتم کانادا از هالند برای تحصیلات علمی خود به پولیتیکال ساینس. تصادفاً از دوره درسی من اونجا کانتست شد بین مووی کانتست بین شاگردا و 20-25 گروپ بود و تصادفاً بین 20-25 گروپ ما اول شد و دم گروپ هم چون اول شد ما را خواستن سر استیج و اونجا کردیت دادن مون بود که انسپریشن از اونجا شروع شد و بعدش من ادامه دادم و تحصیلات فیلمی خودم را تونستم که در هندوستان بگیرم. بسیار خوب. تا حال چی دستاوردهایی داشتین در سینمای هند؟ تا چه حد در فیلم ها ظاهر شدین؟ در چند فیلم کار کردین و یا در چند درامه؟ فعلا مختلف فیلم ها رو ما کار کردیم از وقتی که از 2006 که می ادامه دادم و بعد از اون مختلف تیاتر هاست که داخل بمبئی و داخل خود ایندیا خصوصا به شهرهای دلی و مختلف جایشان ما تیاتر می دوم و نموج است که مسئول امی تیاتر و فیلم هاستم. یک از فیلم های هالیوود است به نام مایتی هارت است که انجلین دونجا شود داشت و تانستم که دمیجه من بتونم شود خود ادامه بتونم برایشان و رول اف بی آر پلی کردیم و بعد از اون فیلم های یک آخرین فیلم از به نام انکار که امسال برامد رول فرنچ کرکتر بازی کردیم و انشالله پروگرام های بعدی هم هست که مصروف هستم به پروژکت خود. بسیار خوب. خوب شاید جوانای زیاده باشند در افغانستان که امید ظاهر شدن در فیلم های هندی را داشته باشند. برای یک افغان راه یافتن به صنعت فیلمسازی هند چقدر دشوار است؟ بله، افغانم نام خدا خوب استعداد دارن، میتونن در هر فیلد هر بخش خواسته باشن میتونن رفته و زحمت کار داره، حوصله کار داره، علاقمندی کار داره، کوشش کنن که تحصیلات فیلمی خود در هر جا میشه بگیرن و در هر خصوصا در مملکت خود میتونن کار ادامه بدن و میتونن که برای مملکت خود یک چیز بتونن دست آورده. بله آقای لودین، آیا در نظر دارین که در فیلم های افغانی هم ظاهر شوین، نقش بازی بکنین؟ چرا نه، من افتخار میکنم چون من افغان هستم و افتخار میکنم که برای وطنای خود کار کنم، افتخار میکنم که اگه پروژکت افغانستان ما خوب شه و بتونه که فیلم سازی که در افغانستان است رشد کنه و شانه به شانه برای هالیوود و بالیوود پیش برن و علاقه من است که امرای وطنای خود کار کنم. بله، فعلا روی چه پروژه مصروف کار هستین؟ آیا کدام فیلم یا کدام سریال یا درامی را به اصطلاح زیر دست دارین؟ پروژکت بله فعلا خالی ما در تئاتر مصروف هستم، تئاترای هند هستم و پروژکت یگانه پروژکت که ما دارم فعلا نمیس که همین دایرکتور را چندین دایرکتور را که در ایندیا است میشناسم میشنه اونا رو راضی بسازم که بتونن کدام پروژکت اینا انا داشته باشن که در وطن خود بتونم که ما کدام فیلم بسازم. مثلا فیلم های قدیم که بود به نام خداگاوا و کابل اکسپرس که چند سال پیش برآمد که اونا رو مثلا راضی ساخته و که در افغانستان ما بتونیم شوت کرده و با موافقت به دست آورده بتونیم. بله، برخورد هنرپیشه های هندی در حین شوتینگ در روند فیلم سازی با شما چگونه است؟ به نظر از اینکه بر اساس از اینکه شما از افغانستان هستین و میخواین که در فیلم های هندی نقش بازی بکنین، مردم هند مردم بسیار مهربان هستن، مردم دوست هستن، محبت دوست و دوست دارن افغانان خصوصا چون همسایشان هستن ما خصوصا و کسایی که عموماً لسانشان باشه و لسانشان صحبت کنه و بسیار زیاد محبت اظهار میکنن برای هموطنهای خود به حساب برای مردم های افغانستان خصوصا و کدام مشکل خاص نیست. خب آقای لودین در آینده چی را در نظر دارین؟ چه سبکی را پیش ببرین؟ بیشتر در چه نوع فیلم ها ظاهر شوین؟ چگونه نقش را در آینده امید دارین که بازی بکنین؟ امید دارم دیگه توکل به خدا که پروژکت ها آینده ما که اگه بیای از هندوستان و ما بتونیم که به تئاتر آینده کار کنم و دایرکتور هم من مرا میبینن و چهره ما خصوصا ظاهر است به چنل های افغان ایندیا و سریال هاشون ما کار کردم و خصوصا مردم خود ایندیا مرا دیده و مصروف هستم به پروژکت خود و ان شاء الله به دو ماه بعد بخیر پس ایندیا میرم میبینیم سم کنیم چی میشه. توکل به خداست. بله خب آقای لودین یک سوال اخیر ای که توصیه شما به دست اندرکارای جوانی که تازه به سینما رو آوردن در افغانستان چیست؟ در این عرصه چه کار باید بکنن؟
افغانایی که به این بخش کوشش میکنن، کوشش کنن که تعلیم فیلمی خود بگیرن و اکتینگ خود پروپر پروفشنال اکتینگ خود بتونن ایرا گرفته، فرق نمیکنه در ایندیا باشه و در افغانستان یا در چین، هر جای باشه، مقصد ایرا کوشش کنن که ایرا محکم بسازن و بتونن که در بخش سینما و ویدیو فیلم پروداکشن افغانستان ترقی بدن و سینمای خود ما بهتر بسازیم. بله، تشکر. یک جهان و موفقیت های بیشترتون را میخواهیم آقای لودین. زنده باشید. و در این قسمت برنامه توجهتان را به گزارشی در مورد زندگی و فعالیت‌های یک بانوی فیلمساز و کارگردان افغان جلب می‌کنیم که از طریق فیلم‌های کوتاه و طولانی تلاش کرده زندگی و مشکلات زنان افغان را به تصویر بکشد. این گزارش را فوزی احسان پیشکش می‌کند. رویا سادات از جمله زنان محدودی است که پس از سقوط رژیم طالبان کارهای هنری را در بخش سینما آغاز کرده است و در این عرصه دستاوردهای قابل ملاحظه نیز داشته است. سه نقطه اولین فیلم نیمه بلند رویا سادات است که به گفته خودش محدودیت ها و محرومیت های زنان در دوران طالبان را در آن به تصویر کشیده است. اولین فیلم ساختم، فیلم داستانی سناخته در دقیق بعد از رفتن طالبا بودم که اولین روزها سالی که شرایط کار احساس می شد که برای فراهم و حداقل می تانی که بیرون بریم و از خانه بیرون شیم، بعد از یک مدتی که من کلا مدت طالبا رو داخل خانه بودیم و مکتب تا رفتن می تانستیم، دروازه های مکتب روی تمام دخترها بسته بود. رویا سادات از حدود 10 سال به این طرف بیش از 20 فیلم داستانی بلند، نیمه بلند و مستند را کارگردانی کرده است. وی در سال 2003 با همکاری خواهرش الکا سادات خانه فیلم رویا را در ولایت هرات تأسیس کرد و حدود 4 سال در آنجا مصروف تولید و ساختن فیلم بود. رویا سادات به خاطر کارگردانی اولین سریال تلویزیونی به نام رازهای این خانه در سال 2007 به کابل آمد و در سال 2008 کارگردانی سریال به نام بهشت خاموش را نیز به عهده گرفت. این سریال که از طریق تلویزیون خصوصی طلوع به نشر می رسد، در داخل و خارج از افغانستان علاقمندان زیاد دارد. مدت 3-4 سال ما با الکا مشترک همراه هم در هرات کار می کردیم. بیشتر فوکس ما سر فیلم های داستانی و بخش کار الکا فیلم های مستند بود که مستندهای زیادی از وضعیت خودسوزی زنان در هرات و مشکلات از این قبیل در مسار را ساختیم. و بعد از این که حداقل کمپنی ما کم کم کار از آدرس خانه فیلم رویا شروع کردیم، ما بنابرای دعوت تلویزیون طلوع کابل آمدم و اولین سریال تلویزیونی کارگردانی کردم به نام رازهای این خانه در سال آخرای 2006 به 2007. فیلم سه نقطه رویا سادات در فستیوال فقاره در فرانسه جایزه بین المللی را دریافت کرده است. خانم رویا همچنان در مورد فیلم جدیدی که قرار است در آینده نزدیک تولید کند می گوید: این فیلمنامه از 2009 سر ای کار میکنین مشترک ما و از جان و این به مثال 2009 که از جمله 30 فیلمنامه برتر آسیا بود در کوریای جنوبی، ولی به دلایلی که معمولا فیلم‌های بلند بسیار پر هزینه و پر مصرف متاسفانه نتونستیم تا برای فعلا از عادی از طرح از خود مست بله نوشته است. رویا سادات از رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون هرات فارغ شده است و در رشته سینما مدتی در کوریای جنوبی در اکادمی فیلم آسیا آموزش دیده است. خانم سادات 2 سال قبل ازدواج کرده و مادر یک فرزند هم است. خانواده رویا سادات به خصوص الکا سادات خواهر رویا سادات و عزیز دلدار شوهر خانم رویا از جمله همکاران وی هستند که در کار هنری خانم سادات را حمایت می کنند. به باور خانم رویا حضور زنان فیلمساز، کارگردان و هنرپیشه هنوز هم در عرصه سینما بسیار کم رنگ است. محدودیت های خانوادگی، اجتماعی و ناامنی ها از جمله موانعی است که به گفته رویا سادات در راه رشد هنرمندان زن و خصوص آنهایی که می خواهند در عرصه تولید فیلم و سینما کار کنند مانع ایجاد می کند. اما خانم رویا می گوید این محدودیت ها نمی تواند مانع ادامه کار وی شود. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari،
در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. بو ژیلای سیاستمدار شهرت باخته چین امروز در آغاز روند محاکمه شماری از اتهامات علیه خود را رد کرد. صفحات اینترنتی مربوط به حکومت چین نوشتند که بو ژیلای اتهامات اخذ رشوه در زمان شاروال بودن شهر دالیان و منشی بودن حزب کمونیست در آن شهر را رد کرده است. طبق گزارش ها آقای بو که به فساد اداری و سوء استفاده از قدرت نیز متهم است، در محکمه درخواست یک محاکمه عادلانه را کرده است. طبق آخرین گزارش ها محاکمه آقای بو ژیلای امروز به تأخیر انداخته شد. در امریکا برای نخستین بار مکالمات طولانی مدت و محرم تلفنی ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق ایالات متحده انتشار یافت. کتابخانه و موزیم نیکسون در لاس آنجلس بیان داشت که نوارهای انتشار یافته صحبت‌های تلفنی محرمانه رئیس جمهور نیکسون در قصر سفید را از 9 اپریل سال 1973 تا 12 جولای همان سال در بر می‌گیرد. در نوارهای منتشر شده بحث‌های راجع به مسائل مختلف از جمله افتضاح واترگیت، جنگ ویتنام و صحبت پیرامون نشست رئیس جمهور نیکسون با برژنف رهبر شوروی وقت شنیده می‌شود. در این نوارها صداهای جرالد فورد، ریگان و جورج واکر بوش رؤسای جمهور بعد از نیکسون نیز قابل تشخیص است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت زیر سن 23 سال هند را شکست داد. این بازی امروز در سلسله مسابقات جام ارتقایی شورای آسیایی کرکت در سنگاپور انجام یافت و ورزشکاران افغان توانستند با تفاوت 28 نمره بر تیم نیرومند هند غالب شوند. جزئیات بیشتر را از شفیق الله استانگزی مدیر تیم ملی کرکت افغانستان میشنویم که همین اکنون از طریق اسکایپ از سنگاپور با ما در برنامه اند. آقای استانگزی سلام بر شما و پیروزیتان مبارک باشه. صدای ما را میشنوین؟ و علیکم سلام آقای لامی صاحب، سلام به کل بیننده. تشکر. خوب در اول اگر بگوین که شکست دادن تیم ملی زیر سن 23 سال هند برای تیم ملی کرکت افغانستان چقدر حائز اهمیت بود و پیش از بازی تیم افغان چقدر به پیروزی مطمئن بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیم ملی کرکت افغانستان بسیار بازی خوبی کرد و ما فخر میکنیم که یک تیم درجه یک دنیا را ما شکست دادیم، چون اونا زیر سنین 23 ساله بود. بازم یک امتیاز، یک اهمیت بسیار بزرگی با تیم ملی افغانستان دارن که تیم هندوستان را شکست دادن. و طور که پیش از اینکه ما به این تورنمنت می آمدیم، هدف ما می بود که یا پاکستان و یا هندوستان را ما در این تورنمنت شکست بدیم و خوشبختانه ما توانستیم که تیم هندوستان را شکست بدیم. بعد از شکست که خوردیم ما از پاکستان، چون که فیصله داوران بسیار به خلاف ما را، خب بازم بچه ها بسیار زیاد در جذبه بودن و مطمئن بود، 100% مطمئن بود که انشاءالله مسابقه را ما از آن میکنیم. بسیار خوب. آقای استانکزی در مسابقه امروز آیا افغانهای برای تشویقتان در استادیوم حضور داشتن؟ چون در سنگاپور فکر نمی کنم که افغانهای زیادی زندگی داشته باشن. علامه صاحب بسیار پرسش بسیار خوب کردین. پیش از این ما در نمیبیا بودیم. در نمیبیا ما شایقین افغان تیم خود را داشتیم، چون که در اوج 1-4 افغان ها زندگی میکرد در نمیبیا، در افریقا. خدا اون اونا را خیر بتن. هر افطار ما را چهار نفر تهیه میکرد. خب بدبختانه در سنگاپور ما هیچ کس نداشتیم که به تشویق تیم خود بیان. خب به هر صورت امتنای شما حتما در صحبت های شما را میشنم و همگی به شما افتخار میکنه. خب در جام ارتقایی شورای آسیایی کرکت شما تا حال جمن چند بازی انجام دادین و نتایج آن چی بوده؟ ما مکمل 3 بازی انجام دادیم. مسابقه اول ما در خلاف تیم نیپال بود که اونا رو ما شکست دادیم. مسابقه دوم ما در خلاف پاکستان بود. طوری که بیشتر گفتم بسیار یک مسابقه دیدنی بود.
تیم پاکستان توانست که با دو ویکت مسابقه را از آن خود کنه در اوور 50م. طوری که بیشتر هم گفتم که داورا باز فیصله داورا به خلاف تیم افغانستان رفت. اگه او فیصله صحیح می بود انشالله ما تیم پاکستان را شکست داده می توانستیم. مسابقه آخری ما امروز در خلاف هندوستان بود و ما توانستیم که به یک تفاوت بسیار بزرگ 28-8 تیم هندوستان را شکست دادیم. بسیار خوب. خب کمی درباره مسابقات آینده که در شارجه پیش رو دارین معلومات بتین، چقدر مهم است و با کدام تیم ها مواجه خواهد شدید؟ ما افغانستان کرکت بورد می توانست که تیم الف خود را به این مسابقات روان کنه، خود چون که من تیم منیجمنت و کوچ و مردم های تکنیکی تیم ما این یک فرصت بسیار بزرگ را دیدن که به این جام ارتقایی تیم ملی خود را روان کنم، چرا که ما به بسیار یک دور مهم پیش میریم. مسابقات ما در خلاف کینیا است و شروع میشه به دوم و چهارم اکتبر و این دو مسابقه بسیار اهمیت بزرگ دارد به خاطر پیشرفت ما. اگر این دو مسابقه را ما بریم انشاءالله به ورلد کپ یا جام جهانی 2015 ما راه میابیم و از این خاطر ما تیم ملی خود را به سنگاپور روان کردیم و یک تمرینات بسیار خوبی شد، چرا که اینا در خلاف تیمای مثل پاکستان و هندوستان بازی کردن و دیگه هم مورالشان قوی شد. آقای سانکزی، در مسابقه ای که با کینیا در پیش رو دارین روی کدام ورزشکارایتان بیشتر حساب میکنین؟ آقای الهامی صاحب، تیم ما یک فول پکیج است و طوری که ما از که در سال 2013 یگانه مسابقه را که ما باختیم در این تورنمنت بود، مسابقه خلاف پاکستان در مکمل سال. و در این سال ما تورنمنت گفته نمیتونیم که یک نفر یا دو نفر بسیار خوب بازی کرده، هر بازیکن در جای خود بسیار خوب درخشیده و هر یک تیم ورک بود. بسیار خوب، از این حالت بسیار خوش هستم، چرا که سابق ما یا با محمد نبی ساخیل یا حمید حسن یا نوروز منگل به یک دو سه نفر تکیه میکدیم و حالا فضل خداوند است که کل بچه ها بسیار خوب میدرخشه. بسیار خوب. و جوان هایی که هم در تیم میاد طوری که شما دیدین، حشمت الله شهیدی زیر سنین 19 سالات بچه است که به تیم ملی راه یافت و در خلاف پاکستان 52 نمره. موفق باشین، یک جهان سپاس از شما. تشکر. از طرف دیگر دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال میان تیم‌های 8 زون افغانستان امروز در کابل آغاز یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در این رقابت‌ها جمعاً 18 بازی میان 8 تیم صورت خواهد گرفت و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت که در نهایت ورزشکاران برتر در آن به تیم ملی فوتبال افغانستان برگزیده خواهند شد. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند بازی‌های فوتبال لیگ برتر سال گذشته با کامیابی انجام یافت و در بازی‌های امسال حمایت کامل فیفا و شورای آسیایی فوتبال را نیز با خود دارند. واقعا بسیار خوش هستیم، احساس خوشی میکنیم که همچین لیگ داریم در کشور خود تا جوانان ما پیشرفت کنند، ورزشکارای ما به سطح بالا ورزششان ادامه بدن. فدراسیون فوتبال افغانستان در سال 1922 میلادی بنیان گذاری شده ولی در این اواخر دستاوردهای چشمگیری داشته است. پرسش امروز ما در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک نیز درباره تأثیر موافقت‌های پی در پی تیم‌های ملی فوتبال و کرکت افغانستان در برابر هند و پاکستان بود. دوستان زیادی تبصره نوشتند، از جمله فرشته شیوا از کابل نوشته است که چون این موافقت‌ها انرژی بیشتری برای ملی پوشان افغانستان می‌بخشد تا تلاش کنند که موافقت‌های بیشتری را در مسابقات جهانی به نفع افغانستان به دست بیاورند. دوست دیگر ما احمد احساس نیز از کابل نوشته که این چنین بردها می‌تواند تمام اقوام و افراد افغانستان را با هم نزدیک‌تر سازد. بیننده‌های عزیز، شما نیز می‌توانید نظریات و تبصره‌هایتان را از طریق صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک با ما شریک سازید و در این صفحه گزارش ها و مطالب نشر شده ما را نیز ببینید. آدرس آن است facebook.com/voatvashna. داشته های امروز ما در بخش دری تلویزیون آشنایی صدای امریکا همین بود. در نیم ساعت بعدی برنامه پشتو را همکارم شایسته سعادت‌لامی میزبانی خواهد کرد و پس از آن اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید در بحث تاک تو اس یا
صحبت با ما اشتراک کنید. در برنامه امروز آموزگار زبان انگلیسی با شما صحبت خواهد کرد. تا هفته دیگر خدا نگهدار.